دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه آغاز روز است. موضوعی که رویان بس می داشته باشیم در رابطه به احتمال تمدید حضور نیروهای ناتو در افغانستان و اینکه متهم شدن طالبان از سوی ناتو به افزایش خشونت ها در افغانستان. در این مورد بیشتر صحبت می داشته باشیم با آقای طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی از سویس. آقای فرهادی سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدید به برنامه. نظر شما را هم در قسمت تمدید نیروهای ناتو در افغانستان می داشته باشیم. دلیل ماندن این نیروها در افغانستان چی هست؟ آقای فرهادی، اگر صدای مرا دارین، نظرتان در رابطه به همین تمدید نیروهای ناتو در افغانستان، نظر شما را هم می داشته باشیم. دلیل ماندن یا تمدید نیروهای ناتو در افغانستان چی هست؟ سلام و احترام به شما عرض می کنم و بینندگان عزیز. دلیلش این است که فعلا اینا درست وقت نیافتن که تصمیم بگیرن بین خود امریکایا و باقی ناتو. ناتو دو ناتو است. یکی ناتو اروپاست که اینا بسیار وهم کلان دارن که اگر در صورت خروج زود هنگامشان حکومت در افغانستان سقوط کنه و افغانستان به طرف یک هرج و مرج بره، یک موج از مهاجرین به طرف اروپا سرازیر شاید شود، مثل ازی که در سوریه شده بود و مثل ازی که در سال 2015 از افغانستان تقریبا 350 هزار مهاجر به آلمان و باقی اروپا رسید. پس کسانی که کشورهایی که در ناتو هستند در اروپا و سکرتر جنرال ناتو هم یک اروپای دنمارکی است که مهاجر نمیخواهند در ملک خود، اینها میخواهند که سر امریکا در قد فشار بیارند که در افغانستان بماند تا که رای حل سیاسی به وجود بیاید. و امریکا خودش مشکلات بسیار زیادی داره. ترامپ تصمیم گرفته بود که از افغانستان خارج شود و ترامپ با وجودی که انتخابات باخته و در قدرت نیست، اما هنوز هم از فلوریدا فشارهای میتونه وارد کنه در سیاست خارجی امریکا در یک و نیم سال آینده. و 1.5 سال بعد در امریکا انتخابات مشران و جرگه است که در اونجا باز بایدن زیر فشار میه که چرا نبرامدی وقتی که ترامپ قرارداد امضا کرده بود که امریکا باید بره. پس در مابین ناتو کشش ها هنوز باقی است. ناتو سر طالب ها چی عالی فشار داره؟ یک، که اینا را در لست سیاه نگاه کنه. دو، که 7000 زندانی شانه رها نکنه. و سه، که بعضی وقت اگر طالبا به شهر کلانشهرها حمله کنن سرشان بمباردمان کنه. اما در این حال امریکا همراه طالبا یک قرارداد داره. ناتو هم کارش مشکل است. در حقیقت سرمنشی ملل متحد گفته که سرمنشی ناتو گفته که ما در افغانستان هم که می باشیم کار می کنیم که خود ما مسئول باشیم، اما برای افغانستان هیچ کدام پلان ارائه نکرده که حملات طالبان چطور روی غیر نظامیان کم کنند. در حقیقت طالبان روی ناتو چی آله فشار دارند؟ حملات روی غیر نظامیان در افغانستان، حملات روی عساکر ما در جبهه اول که دفاعشان کمتر است، و حملات هدفمند روی ژورنالیست و فعال مدنی و اینها. پس راه حل دراز مدت امروز برای ما نیست که ما خوشحالی کنیم که ناتو در دقیقه‌گام در افغانستان می باشه و حکومت در دقیقه‌گام در قدرت می باشه. ما راه حل ما صلح هست، باید که روی صلح هنوز هم کار کنیم. و این اعلان ناتو به این 2500 نفر که در افغانستان دارن، می بینیم که امنیت هیچ نیست در افغانستان. بودنشان یا نبودنشان برای شهروند عادی فرقی نمی کنه، شاید بدتر هم شود، به خاطر که طالبان واکنش نشان می تن و طالبان زورشان نمی رسه که برن کدام پایگار حمله کنن سرش. این هم می کنن که مردم بیچاره بیدفاع زیر حمله طالبان می هن. درست. آقای فرهادی، ناتو گفته که البته دبیرکل ناتو تا زمان در افغانستان باقی میمانند که اطمینان حاصل کنند این کشور به پناهگاه امن حراس افغانان مبدل نشود و مسئول افزایش خشونت ها در افغانستان
طالبان فکر میکنند. آیا نظر شما هم همین هست؟ آیا مسئول اصلی و اساسی افزایش خشونت ها در افغانستان طالبان هستند، آنچنان که آقای ینس استولتنبرگ تاکید داره به این؟ بله، طالبان در حقیقت گروهی هستند، میلیشه هستند که جنگ در افغانستان شروع کردن در دوره دوم بعد از 11 سپتامبر و توسط پاکستان اینها حمایت شدند و هر روز قوی تر شدند در حقیقت. و اوی که ناتو میگه که در افغانستان هنوز تروریسم از بین نرفته، این ناکامی ناتو هم هست که با 2 دهه سرمایه گذاری در افغانستان از نظامی و هر نوع، اینا نتونستن که القاعده را در افغانستان به کلی از بین ببرن. یک ناکامی ناتو است در حقیقت بعد از 2 دهه و همکارانشان در افغانستان که باید است که با کمک نظامی که از ناتو برشان میرسید میتونستن که القاعده را محو کنن، اما نشده. در افغانستان فعلا 2000 عضو القاعده هنوز هم هست. القاعده هم بسیار فعال نیست، اما و طالبان گفتن که اگر القاعده باشه یا نباشه تا وقتی که سر اروپا یا امریکا حمله نمی کنه از افغانستان دیگه چی کار دارین؟ ما خواهی نمی کار کرده تانستیم که اگر همراه ما هستن سر شما حمله نمی کنن. خب به هر صورت ناتو فعلا درست وقت تصمیم گیری را نیافته و معلوم میشه که در ما بین ناتو کشش های است و این کشش ها در عراق هم وجود داره. در ناتو بعد از افغانستان سرمنشی ناتو راجع به عراق هم حرف زد و دیشب بسیار واکنش شد که راکت انداختن سر یک پایگاه در اربیل در عراق و یک امریکایی هم کشته شد. درست. آقای فرهادی، گزارش های هم وجود داره که طالبان میگه که متوجه حرکت دولت جدید آمریکا، مخصوصا نشست وزیران دفاع ناتو هستند که نشست آنان روز چهارشنبه برگزار میشه و در مورد خروج یا ماندن در افغانستان تصمیم میگیرند. آیا فکر میکنین که خروج یا ماندن نیروها در افغانستان نتیجه صلح را معلوم میکنه؟ من فکر میکنم که تا وقتی که نیروها یه ناتو در افغانستان هستن باید از این موقع استفاده شوه و یک قرارداد صلح بین حکومت افغانستان و طالبان امضا شوه. قرارداد صلح بین امریکا و طالبان 1 سال پیش امضا شد، اما باید ما یک گامی به پیش بریم و یک قرارداد صلح داشته باشیم، حتی خلاصه تر از چیزی که هر کس میخواید. همه قدر که طالبا حقوق شهروند افغانی را احترام کنند از هر جناحی که باشند، از هر قسمت افغانستانی که باشند و ای که حکومت میپذیرند یا نه این مسئله مذاکره است، اما حقوق شهروند باید طالبا امضا کنند که به استاندارد حقوق بشر در ملل متحد است میپذیرند و ای که زندانیای خود که 7000 شمه میخواین کال رها شوه ایره در وقت اینا رهاییش بخواین که صلح امضا کرده باشند با حکومت افغانستان، یعنی در اون صورت صلح امضا کرده باشند در یک حکومت مشارکتی، یک سهم کوچک یا قدرش مقدارش بزرگا تصمیم بگیرن، اما یک سهمی داشته باشن اینا در دور میز باشن، در اون وقت باز صلح که باشه رها کردن زندانی ها ممکن میشه. اینی چیزایی است که حکومت افغانستان باید در پیش باشه و اگر خود حکومت افغانستان به دلایل مختلف نمیتونه گیره به دست بیاره باید از که از امریکایی‌ها ایره بخواه که سر طالبان این فشار بیاره که ایره امضا کنن. این ما را یک گام به صلح نزدیکتر میسازه و در حقیقت کار ناتو را خوبتر میسازه، به خاطر که ناتو هم میگه که ما میخواهیم که صلح بیاره در افغانستان که ما بریم به خیر خانه خود. درست. آقای فرهادی، در قسمت رهایی 7000 زندانی طالبان که شرط گذاشتن، شما گفتین که باید اول امضای صلح شوه بعدا این شرایط پذیرفته شوه، اما به خاطر پیش برد دور دوم مذاکرات طالبان شرط هایی که گذاشتن میگن ما در صورت دور دوم پیش میبریم که 7000 زندانیشان رها شوه و نامشان از فهرست سیاه کشیده شوه و ایجاد نظام اسلامی و حال عملی شدن توافقنامه دوحه را هم تاکید کردند.
بله، و از همین خاطر است که باید که مذاکره باید که از طرف حکومت افغانستان و دیگر جناح‌های افغانستان یک ذره فعالتر باشه و صدای ما بهتر بلند بشه، به این که این قابل قبول نیست که 7000 زندانی رها شود در حالی که 5000 زندانی که رها شد اونا اکثرا دوباره در میدان جنگ رفتن و در میدان جنگ هم بازنده افغان ها هستند، ناتو نیست، ناتو در مابین پایگاه ها هست، هیچ آسیب برش نرسیده در این 12 ماه و آسیب به افغان ها میرسه، چی به اردو، چی به پلیس و چی به مردم عادی. از اون خاطر مشکلی نیست که 7000 نفر رها شوه در صورتی که صلح در افغانستان باشه و اینا بیاین و با دیگران صلح کنن، با افغانان صلح کنن، طالبان در اون صورت خو بله در مصالحه ملی ای یک چیزی است که باز واقع میشه. لیست سیاه هم یک چیزی است که یک عالی فشار است، یک نوع عالی فشار است ضد طالبان و اینو باید که جامعه بین المللی باید یک عالی فشار استفاده کنه برای اینکه طالبان در مذاکرات پیش برن و در حقیقت قانون اساسی از نظر ما باید که ما دید باز داشته باشیم که اگر بعضی چیزایش تعدیل میشه بعد از اینکه قانون 16 سال از عمرشان تیر شده، اگر بعضی چیزها تعدیل میشه، اگر همگی افغان ها توافق کنن خود تعدیل شود و اما چارچوب عمومی نظام بجای بانه، طالبا بیاین نظام قبول بکنن و اگر حکومت تغییر میکنه این هم یک چیز عادی است که بعد از هر چند سال در افغانستان حکومت باید تغییر کنه. درست. آقای فرهادی، آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی از شرکای بین‌المللی میخواهد که تا بار دیگر پشتیبانیشان را از یک توافق صلح‌آمیز در افغانستان اعلام کنند. فکر میکنین که این پشتیبانی بار دیگر بتانه رای حل در قسمت نتیجه پروسی صلح باشد؟ اعلام کردن دیشب وقتی که سرمنشی ناتو حرف زد، او گفت که ما میخواهیم که رای حل صلح‌آمیز در افغانستان به زودی یافته شود برای اینکه ما بتانیم که خارج شویم، اما تا وقتی که یافته نشده ما شرایط خروج ما مهیا نشده. اما در این حال ناتو یک ارگان نظامی است، او هیچ راه حل برای قطع خشونت در افغانستان نداره، ناتو هیچ راه حل برای حفظ جان ژورنالیست و جوان و اینا نداره، ناتو هیچ راه حل برای بیکاری 40% جوانها در جامعه ما نداره و ای ناتو یک قسمت مسئله است و سیاسیون افغانستان خودشانی که متحد باشند در چیزهایی که میگن و به همدیگه کلمات بهتر داشته باشند راجع به یکی دیگه، به خاطر که در مقابل طالبان اقلا یک جبهه متحد بزرگ باشه که او فعلا نیست. حتی بعض سیاسیون افغانستان حاضر هستند برن با طالبان یک قرارداد داشته باشند به صورت منفردانه. درست. آقای فرهادی، چون وقت برنامه کم است، در اخیر میخواییم نظرتان داشته باشم با توجه به مشکلاتی که فعلا فراراه روند صلح وجود دارد، ترک طالبان از میز مذاکره و همچنان بیمیلی طالبان در این موقع اساس و شدت حملات در افغانستان، فکر میکنین که بتانیم به یک نتیجه برسیم و همین نتیجه پروسه صلح هم یک نتیجه مثبت داشته باشه با توجه به مشکلاتی که فعلا هم دیده میشه؟ بله، ما فکر میکنم به شرطی که شورای عالی مصالحه واضح‌تر بگوید که بعضی چیزهایی هست که ما قبول میکنیم برای اینکه صلح بیاید. فعلا شورای عالی مصالحه همه میگه که ما حاضر هستیم مذاکره کنیم، شما کجا هستین؟ به طالبان خطاب میکنه. این کافی نیست، باید بعضی پیشنهادات برای طالبان شود، چی از فیصدی قدرت، چی از تعدیل قانون اساسی، این چیزهایی است که ما آخر مجبور میشیم بکنیم. اگر امروز نکنیم شاید که یک سال بعد، دو سال بعد، شاید وقتی که امریکا خارج شوه یک وقتی و خسته شوه دوسیه را میته به ملل متحد و ملل متحد باز هم از افغانا امیره میخواید که با همدیگه باید است که شما صلح کنین و در اون صورت به همو وقت هم باز امی تعدیل قانون اساسی و گپا همی سوال ها پیدا میشه. پس بعضی چیزهایی است که از حال باید است که به صورت رسانه‌ای و
کتبی و طالبا گفته شود که ما حاضر هستیم که سر بعضی چیزها به شما امتیازی بدهیم، اما خشونت باید قطع شود، جنگ به ضد غیر نظامی قطع شود و جنگ به ضد مردم افغانستان و پل و پلچک و مکتب و اینا قطع شود، به خاطر که افغانستان یک کشور است که بعد از 40 سال جنگ خستکان حال باید است که به طرف ترقی بره مثل باقی کشورهای دنیا. درست، تشکر. سپاس از حضورتان در برنامه آقای فرهادی، ممنونتان. سپاس از این که بیننده برنامه آغاز روز بودین. وقتتان خوش. الان نگهدارتان.